در 37 سال گذشته درباره علل بروز انقلاب در ایران تحلیل‌های متنوع و گوناگونی ارائه شده. بعضی شخص شاه را بری از هر گونه خطا می‌دانند و انقلاب را به حساب توطئه خارجی می‌دانند. بعضی برعکس، شاه را مسبب همه نابسامانی‌های کشور و زمینه‌ساز انقلاب قلمداد می‌کنند. انتشار یادداشت‌های اسدالله علم به همت و ویراستاری علی نقی عالی‌خانی تا حدودی شیوه حکومتداری شاه را روشن می‌کند و شاید ارزیابی علل وقوع انقلاب را امکان پذیرتر. علی نقی عالی‌خانی به مدت 7 سال در کابینه های اسدالله علم، حسن علی منصور و امیر عباس هویدا وزیر اقتصاد بود و 2 سال هم رئیس دانشگاه تهران. نظر او درباره علت وقوع انقلاب در ایران چیه؟ برای گفتگو با او به امریکا آمدم. آقای علی نقی عالی‌خانی، به برنامه بار دیگر خوش آمدید. تشکر. در سالهای اخیر صحبت گروهی از طرفداران سلطنت در مورد اینکه حکومت شاه به واسطه توطئه خارجی بود که به هر حال سرنگون شد باز بس از زبون است. و شما میدونم که در مقدمه ای که بر کتاب یادداشت های علم نوشتید این نظر رو بی ارزش و توهین به مردمی میدونید که به گفته شما تونستن در مقابل تندبادهای تاریخ بیستند و هویت ملی خود را حفظ کنند. اینو من نقل قول مستقیم کردم از اون چیزی که در یادداشت های علم نوشتید. چرا اینطور فکر میکنید؟ ببینید، این متاسفانه عیب نه فقط هممیهنان ماست، بلکه کشورهایی که به هر دلیلی دچار گرفتاری میشن ترجیح میدن که یک نفر دیگر محکوم بکنن به جای اینکه به خودشون بپردازن. یعنی من مثلا حتی تو کشورهای اروپایی دقت کردم که مثلا فرانسه، کشوری که نسبتاً بیشتر میشناسم، اینها وقتی در دوره پس از جنگ هنوز وضع خیلی محکمی نداشتند، هر اتفاقی میافتاد میگفتند زیر سر آمریکاییاست. ولی ما هم به آمریکا زیاد نرسیدیم، چون از قرن 19 هم شروع شده همه چیز زیر سر انگلیس هست. خب این یه فایده داره. فایدهش اینه که دیگه احتیاج به اینکه به خودتون زحمت بدید و کتاب بخونید، مجله بخونید، با مردم صحبت بکنید و بعد خودتون بشینید فکر بکنید، از این کارا معاف میشید. خیلی راحت میشه کارتون. و خب نتیجه‌ش هم این میشه که هیچ وقت نفهمیم. این اشخاص نمیتونن متوجه بشن که در کجای کار هستیم و با کدوم طرف داریم میریم. علت انقلاب این بود که یه جامعه داشتیم که از نقطه اجتماعی پیشرفته بود، با یک سیستم سیاسی روز به روز عقب افتاده تر میشد، نه اینکه سر جاش بمونه، عقب افتاده تر میشد و در واقع با به یه معنا با زمان قاجاریه دیگه دواشاهاش تفاوتی نمی کرد. خب خیلی بد بود. از چرا میگن عقبتر میرفت روز به روز؟ یعنی فرض کنین شما از سالهای 40 در نظر بگین تا دهه 50 چه تفاوتی ایجاد شده بود که به نظر شما داشت عقب میرفت از نظر سیستم سیاسی؟ ببینید، در سال 40 ما مصادف شدیم با مسئله اصلاحات ارضی و شاه هوش فوق‌العاده‌ای در این زمان از خودش نشان داد، برای اینکه نه با دکتر امینی که نخست وزیر وقت بود میونه خوبی داشت و نه با ارسنجانی، ولی ناچار بود که امینی رو تحمل بکنه و ارسنجانی هم به خاطر فعالیت استثنایی که خودش میکرد بر خودش جا تو مردم باز کرده بود. یعنی مثلا توی وزارت کشاورزی همون کارمندهای کشاورزی که دستم نزد، ولی همونا رو تبدیل کرده بود به یه مش آدم مؤمن که میخواستن دنبال کار برن و شاه کاملا احساس میکرد که این وسط نباید گود خالی بگذاره و باید از خودش نشون بده که اون هم میتونه کاری بکنه و به همین دلیل شروع کرد به نطق کردن و نطقهای خوب کردن.
و یه مقدار از ته دل صحبت کردن که رو مردم اثر میگذاشت. خب حالا سوال من این بود، شما این مسئله رو مطرح کردید در مورد اصلاحات ارضی که بسیار بجا بود، میخواد به این برسین که شاه چه تغییری کرده بود، یا چون سوال من این بود که شما گفتین که به عقب برگشتن نظر سیستم سیاسی سالها، یعنی به تا این اواخر تا زمان قاجاری فرق زیادی نداشت. من سوالم این بود که چه جوری رفته بود برد. این در اون مورد نه، در اون موقع یک شاهی بود پیشرو، ولی میخوام به شما بگم که در یه فاز اول این واقعا با توده مردم دیالوگ داشت که این هی به تدریج کنار گذاشته شد. از کی در واقع این روش و منش کنار گذاشته شد؟ از همون موقعی که خیلی به تدریج شروع کرد به این که توی کارها مداخله خودش رو بیشتر بکنه و خب اون چند ماده ایرم که به عنوان انقلاب شاه و ملت آورده بودن، اون مواد هم شده بود راهنمایی که باید اینها در کارشون داشته باشن. اون چند ماده هم یکی دو تا چیزای جالبی بود، ولی مجموعش چیزی نبود که اون آدم به عنوان دکترین اجتماعی و سیاسی کشوری بخواد حساب بکنه. و به تدریج هم چیزای دیگری روش اضافه کردن که دیگه یواش یواش جنبه شوخی پیدا میکرد. و این در واقع علت پس وقوع انقلاب تا حدود زیادی به نوع دیکتاتوری فردی شاه که هی ادامه پیدا کرد و سیستم بسته سیاسی میدونید. دیکتاتوریش اونقدر چشمگیر نبود که بعداً. نه، منظورم که از وقتی که به هر حال بیشتر به طرف دیکتاتوری فردی رفت. به تدریج رفت. به طوری که مثلا توی دهه 60 1900 الی حساب می‌کنه 1960 سال‌های آخر دیگه به جای رسته بود که تحمل اینه که خلاف حرفش حرف بزنن نداشت. در حالی که در سالهای اول پس از این اصلاحات ما وقت شورای اقتصاد داشتیم در حضور اعلیحضرت، هر روز چیزی میگفت خیلی با احترام میتونستیم توضیح بدیم که این به این صورت نیست، با اونم گاهی وقتی قبول میکرد، ولی سال آخر نمیشد این کاری کرد. یعنی از دهه 50 به بعد منظورت؟ 1350 به بعد؟ از سال 46-47 به بعد. دیگه سخت شده بود. خب حالا ولی با این حال از سالای 50 مثلا اوایل 50 به خصوص زمانی که قیمت نفت رفت بالا و درآمد ارزی ایران خیلی بیشتر شد، تلاش برای توسعه کشور خیلی زیاد بود و ولی به نظر میرسه که مشکل برنامه ریزی بود، یعنی یه طوری وارد یک عرصه مرحله توسعه شده بودن بدون برنامه درست. حالا ما اگر این ملاکی صحبت های ریشارد کاپچینسکی رو در نظر بگیریم که اون روزنامه‌نگار معروف و فقید لهستانی که کتابی داره زمان انقلاب ایران بود، کتابی داره به نام شاه شاهان که اون صحبت از این میکنه که ایران درآمد ارزی داشت، شروع کرد به خرید برای توسعه کشور، بعد دید که زمینه جامعه براش آماده نیست، کشتی های پر کالا توی بندرگاه ها ماه ها میموندن و وسیله برای تخلیه این کشتی ها نبود، کامیون نبود، راننده نبود و به نظر میرسه که شاه ایده برای توسعه داشت ولی برنامه نداشت. من هم چیزای کاپچینسکی رو خوندم، خیلی دقیق نیست. و ببینید، شاه تا موقعی که ما درآمد ارزیمون بالا نرفته بود بسیار خوب کار میکردیم و مغز سالمی هم داشتیم برای کار کردن. از موقعی که این درآمد نفت رفت بالا و یه حالتی پیدا کرد که قابل تصور نبود قبلا، یعنی نفتی که بود بشکه $1.80 یا 82 سنت و وقتی می رفتیم با کنسورسیوم صحبت می کردیم سر اون 2 سنت چونه می زدیم، یه مرتبه این شروع کرد به بالا رفتن، $5 و $6 و $10 و همینطور هی به طرف بالا رفتن و بعد به رقمایی رسیدیم که این رقم ها قبلا تصورش هم نمی کردیم. کنسورسیوم دیگه به کلی کنار گذاشته شد
و پولا مستقیم نصیب دولت ایران میشد، خودش اون وقت به اونا مقداری نفت میداد با قیمت مشخص. ولی این پولای زیادی که اومد، اینه که باید اینه چیکارش بکنیم روش بحث بود و خیلی خوب هم ممکن بود اون پول اداره بکنیم. راه ادارش هم این بود، اون مراحل اول من خاطرم میاد به طور خصوصی با من با بعضی از دوستامون که صحبت میکردیم، مثلا یه نفری که من خیلی قبولش داشتم مهندس اصفیا بود، با هم صحبت میکردیم این بود که خب ما تو فاز اول بهتره که کاری بکنیم که این پولا خرج نشه و اون مقداری هم که میاریم توی بازار میریزیم صرفا برای زیرساخت اقتصادی بذاریم، فقط کار دیگر نداشته باشیم. یعنی یا بیاییم آدم تربیت بکنیم، مدرسه درست کنیم، مدرسه حرفه‌ای، یا بریم راه بسازیم، راهن درست کنیم، بندرامون درست بکنیم و شهرامون رو آماده بکنیم. شهرها آمادگی نداشتن که انبار توش باشه مثلا. یعنی یه زیرساخت مدرن برای مملکت داشته باشیم. این کارا رو بکنیم و به تدریج که این آماده شد این پول رو بریزیم توی اقتصاد. و خب چرا نکرد این کار رو؟ اون موقع من که سرکار نبودم براتون روشن باشه، ولی با رفیقام صحبتش میکردم، میگم با اصفیا خیلی زیاد صحبت میکردیم، حرفامون اونا قبول میکردن. یه دفعه با علم دوتایی با اصفیا رفتیم پلو علم، دوتایی اون به علم گفتیم آقا شما چیز تنویزه بکنید این کاره، حیفه. اون برگشت رفت و بعد برگشت اومد گفتش که این علاحضرت اون علاحضرتی که شما میشناختید نیست. این 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 گوش نمیده به حرفت. این لغتش بود. به کلی عوض شده بود. و شما میگه شما نمیفهمید. ما اینطوری آباد میکنیم. حالا چیکار میکنید؟ برمیداریم و جنس وارد کشور میکنیم. تقدم هم میدیم با آرتش. علت این که بندر بند اومد برای اینه که پول اصلی اینا اون موقع گذاشتن برای آرتش. اگه برای آرتش نزوش بودن باز بنادر تحمل اینه میکرد. بعد هرچی هم که مال غیر آرتشی بود میگفتن برید تو نوبت. به این دلیل بود که اون یکی ها میمادن کارشون رو انجام میدادن، کشتی ها اینجا میموند با تمام گرفتاری ها، و بعد هم که وارد میشد یه مقدار خواستن یه مقدار برای روحیه مردم گفتن که به شاگردها تو مدارس قضا بدیم، از اون کارهای بی رفت. و نتیجهش این شده یه مدتی اومدن قضا میادن در جاهایی که بچه هاش احتیاج نداشتن، حتی قضا رو نمیخوردن. بسیار خب، ولی با همه اینها شما آقای آلیخانی مدت 7 سال وزیر اقتصاد بودید، یعنی 7 سال مدت کمی نیست. وضع وزارت اقتصاد هم وزارت فوق العاده مهمی بود. در دوره اسدالله علم وارد کابینه شدید، در دوره منصور بودید و در دوره هویدا بودید. برای این وضعیتی که اونجا وجود داشت شما به عنوان وزیر اقتصاد مسئولیتی به گردن میگیرید؟ ببینید، من وقتی رفتم وزارت اقتصاد روبرو شدم با اینکه کادر نداریم و برنامه ریزی داخل خود وزارتخونه چیزی نزدیک به صفره. بنابراین دنبال اشخاص با صلاحیت گشتم، چند تا معاون خوب انتخاب کردم و بعدم دنبال اشخاص با صلاحیت گشتم و به تدریج سازمان‌های تازه آوردیم. مثلا یک نفری که تازه آوردیم از معاونای من بود، دکتر محمد یگانه، این مسئول بررسی‌های اقتصادی بود. اصلا همچین چیزی وجود نداشت و اومدیم و شروع کردیم 2 مرتبه روی مسائل مربوط به درآمد ملی و تمام اینها نظر دادن و کارهایی که بانک مرکزی میکرد یه مرکزی ما درست کردیم در وزارت اقتصاد و این مرکز ما کارهای اونا رو تصحیح کرد. برای این کارهایی کرده بودن یه مقدار به اون صورت نبود، به هر حال اونا هم با ما همکاری میکردن، ولی یه مرکز بررسی های قوی درست کردیم و بعد در
قسمت های صنعتی و معدنی هم یک کادر تازه من آوردم و چند تا آدم با دید به کلی متفاوت. یعنی یک نفرشون که الان در ایران خدا بهش عمر بده عمر زیاد بده مهندس رضا نیازمند بود و واقعا یک کسی است که من از او بهره بردم و خود او باعث شد که چند نفر آدم های درجه یک رو برداره بیاره همراه خودش و سر کارهای صنعتی بگذاریم و همچنین در کارهای بازرگانی اشخاص خیلی خوب. یعنی شما تلاشتون رو در هر جهت کردید ولی نهایت البته شما در سال 48 دیگه کنار گرفتید از وزارت. ولی منظورم اینه که ولی کار ما سعی می‌کردیم طوری باشه که ادامه پیدا کنه. یعنی خب. چون که کادر جدید آورده بودیم. آها. این کادر جدید وجود داشت. اکونومیست ها وجود داشتن دیگه. درسته ولی شما صحبتتون اینه که بعد از سالهای 50 اواخر 48 و 50 که شاه زمام امور مستقیما به دست میگیره دیگه زیاد اعتنایی به این کاری که شما کرده بودید نمی‌کرد. منظورتون اینه؟ زیاد اعتنا نمی‌کرد مگر اینکه کار بزرگ باشه. آها. و اون وقت مد شده بود که برن بهش پروژه بزرگ بدن. در حالی که درست کاری بود که نباید می‌کردیم. ولی حالا می‌خوام سوال یه طور دیگه بکنم که در چه مقطعی و چه کار بایست در ایران می‌شد که انقلاب جلوی انقلاب گرفته می‌شد؟ بعید من تا اون یک سال آخرم باز این ممکن این امکان وجود داشت. با چی می‌شد؟ شما با چی کار می‌کرد؟ باید اینقدر به بخش خصوصی فشار نمی آوردن، کنترل قیمت نمی کردن. این کار بی ربطی بود. برای اینکه شما نمی تونستید بیایید به یه نفر بگید که این جنسی که وارد می کنی این ره به این قیمت تو باید بفروشی و می رفتی توی مغازه‌ای که مردم داشتن قیمت نگاه می کردی می اومدید می گفتی که آقا این گرون فروشی کرده و گرون فروشی کی کرده اون وارد کننده کرده در حالی که وارد کننده گفت من این وسط کاری نیستم من یه جنسی رو میتونم وارد مملکت بکنم حسابی که من دارم میکنم اینه که این وقتی پولم گرفتم برای جایگزین کردن این چه مبلغ باید خرج کنم اگر این جنسی که آوردم 100 تومنه الان که میخوام اینو جایگزین بکنم قیمتا شده 110 تومن من باید اینو 110 تومن بفروشم که بتونم اون جنس به همون اندازه بردارم بیارم این دولت حاضر نمیشد قبول نمیکرد و شاه که مطلقا میگفت غلطه میگفت شما همون 100 تومنی که وارد کردی به همون باید بفروشی و این از در یه شرایطی که تورمی بود غیر ممکنه ولی از نظر سیاسی یک سال قبل از نظر سیاسی چی شما فکر میکنید که مثلا شاه بایستی یه مقدار رفرم‌های سیاسی ایجاد میکرد در جامعه برای اینکه انقلاب نشه برای اینکه انقلاب بشه حتی تا یک سال آخرش اگر یه قدمای اولیه‌ای برمی داشت قبل از اینکه کسی شلوغ بکنن قبل از اینکه شلوغ بکنن اگر یه اقداماتی میکرد موثر بود یعنی پا به پا فرض کنید انجمن شهرها که شهرها و شهردارها آزاد باشن بعد وزیرا به معنی واقعی کلمه مستقل باشن و مسئول کار خودشون باشن هی نگن شاه دستور داد و فرمودن و اینا و نشونم بده در عمل که اونا باید کارشون رو انجام بدن ولی حاضر نبود این کارا رو بکنن و اون کسانی هم که مسئول کار بودن اونا به سهم خودشون هر کدومشون یه چیز در سطح کوچکتر بودن بسیار خب حالا شما به هر حال همونطور که گفتم در مورد علل انقلاب ایران بحث‌های زیاد و تحلیل‌های زیادی شده و این وسط یادداشت‌های علم که شما خیلی روش کار کردید و واقعا همت به خرج دادید و مقدمه بسیار مفصل و جامعی نوشتید براش این خیلی آگاه کننده است یعنی شیوه حکومت داری شاه رو تا حدود زیادی نشون میده حالا مدتی از چاپ این کتابا گذشته چه واکنشی داشتین شما در مقابلش در مقابل کاری که شما کردین واکنش اونهایی که به اصطلاح تیپای انتلکتوئل بودن خیلی همشون استقبال کردن و خیلی هم چیزای نامه های خوب و تلفن های خوب دریافت کردن یه عده‌ای هم مخالف بودن و معتقد بودن که من ایران نشناختم
و اونها بهتر ایران رو میشناختن. در حالی که اقلا یک چیزی من میتونم به جرات حضورتون عرض بکنم و اونم اینه که هیچ کدوم از وزرا به اندازه من تو ایران نگشته بودن. من به خاطر نوع کارم همه جا ایران رفته بودم و دیده بودم مردم چطور هستن. ولی به هر حال نظرشون بود و نمیشدم جلوشون رو گرفت. و البته اون وقت وقتی هم که انقلاب شده خواهند گفتش که خب این انقلاب داخلی نبوده، چون خیلی پیشرفت کرده بودیم حسودشون شد. حالا چرا در ابوظبی حسودشون نشده، در کویت حسودشون نشده، در خیلی جاهای دیگه هم حسودشون نشده، فقط ایران این وسط پیداته که همه حسودشون. بسیار خوب، یک مختصر راجع به خودتون صحبت بکنیم. شما به هر حال در حدود 65 سال پیش به فرانسه رفتید، در اونجا از دانشگاه پاریس دیپلم مطالعات علمی در رشته حقوق بین الملل گرفتید، بعد دکترای دولتی اقتصاد گرفتید و بعد از همه این تحصیلات عالیه در سال 1336 برگشتید به ایران و در ساواک به عنوان تحلیلگر اقتصادی استخدام شدید. چرا ساواک؟ من ایران نمیشنم، وارد نبودم اصلا. و وقتی میخواستم بیام یکم از دوستام گفت که در نخست وزیری یه دستگاه درست شده که به اقتصاددانم احتیاج دارن که بشینن مطالعه کنن و هر چی دلشون میخواد و این خیلی خوبه، تو میخوای بیای؟ گفتم حرفی ندارم. و به منم گفتش که آره یه همچه جایی با این اسم، مثلا نمیدونست یعنی اصلا متوجه. البته یه سال بیشتر نبود که تشکیل شده بود خود ساواک، شاید هم کمتر، ولی من نمیدونستم چیه. و گفتم خیلی خوب. اینه که وقتی که برگشتم اینا فوری من برداشتن، گفتم بیا اینجا، ما اینجا یه دفتر اقتصادی بیاییم درست میکنیم و تو هم بشو مسئول دفتر اقتصادی و بشین مطالعه بکن، هر چه احتیاج داری در اختیارت میذاری. خب منم هیچ بدم نمیومد که این کارو بکنم و شروع کردم به کار کردن. ولی بعد تدریج اون اوائلم متوجه ندادم، چون با همین رفیقم که من راهنماییم کرده بود، خودشم اونجا مطالعات حقوق بین المللی میکرد و به هر کس میرسیدیم که کجا هستی، میگفت من اونجا دارم کار میکنم. بعد میگفت این به من میگه که نگو، میکنم برای چی نگه، مگه چیز اتفاقی افتاده؟ یعنی متوجه نبودم. بعد فهمیدم که نه، این تعبیرش برای مردم یه چیز دیگه ایه. و چیزی که هست، من خیلی درگیر کار بودم و تو کارم هم هر چی میخواستم در اختیارم بود. بنابراین هیچ نوع گله‌ای من نمیتونستم داشته باشم و بیشترم از من خواسته بودن که میگفتن برای دستگاه دولت لازمه که بدونیم خلیج فارس، منطقه خاورمیانه، از یه طرف عرب‌ها و از طرف دیگه اسرائیل و بعدم افغانستان و پاکستان، این جاها برای ما مهمه. بنابراین ما میخواییم که شما تمام فشار بررسیاتون رو این جاها بگذارید و اینا رو مقایسه بکنید با ما و چه نتیجه گیری هایی ما میتونیم بکنیم. یعنی کار به مسائل داخلی نداشتیم، بیشتر خارجی بود. چی؟ یعنی کاری به مسائل داخلی نداشتیم، کار تحقیقاتی شما بیشتر مسائل خارجی. نه اصلا حق نه، نه اصلا بسیار بسیار خب. حالا اوضاع ایران به اینجا رسیده و متأخیراً بعد از انتخاب آقای روحانی و اخیراً انتخابات مجلس، یک تلاش‌های خیلی جدی داره میشه برای اینکه یه مقدار چهره ایران رو عوض بکنن، یه مقدار مراودات به خصوص اقتصادی با کشورهای غربی بیشتر بکنن، ولی خب در حال موانعی هم جلو روشون هست در این مسئله. شما حالا به عنوان یک اقتصاددان و یک کسی که دستتون دو کار سیاست ایران بوده سالها، چطور می‌بینید آینده ایران رو؟ فکر می‌کنید که چی داره شه؟ به کدوم طرف داره میره ایران؟ ببینید اینا که الان سر کار هستن رو هم رفته حرفای بسیار معقولی میزنن. چند تا از اقتصاددانشون هم که توی بعضی از جلسات اینجا اومدن من ملاقات کردم، اشخاص بسیار فهمیده‌ای هستن. بنابراین الان من می‌بینم که دولت یه کادری داره که تا کنون پس از انقلاب برام ناآشنا بود تا این اندازه. این برای اولین باره که می‌بینم چندین نفر
آدمایی هستن که کاملا به کارشون وارد هستن و اینها می توانن یه پایه خوبی برای کالای داخل مملکت بگذارن، ولی خود اینها هم باید سعی بکنن که در کارشون اشتباه نکنن، اشتباهی که ما کردیم، و اونم اینه که تمام توجهشون به تهران و چند تا شهر بزرگ نباشه، به سراغ شهرهای کوچک و روستاهای مملکت هم برن و بعدم با توجه به شرایط اقلیمی که در ایران ایجاد شده، فضای اقتصادی که در ایران ایجاد میکنن، اون چیزی باشه که جوابگوی نیازمندی های مردم در سالهای آینده باشه، که اولیش عبارت از آب که ما در ایران متاسفانه کمتر از کم داریم، و دومم این که مراکز فعالیت مملکت باید بره به طرف جاهایی که نزدیکتر به دریا و از اونها استفاده بکنن، و بعدم بسیار باید دنبال صنایع کوچک و متوسط برن، صنایع بزرگ خودش دنبالش خواهد اومد. بسیار خیلی متشکرم آقای علی نقی آل خانی از شرکتتون در برنامه. خیلی تشکر.